امروز ما حکایت مردی است که دفاع مقدس امروزش دفاع اقتصادی است. اون موقع وظیفمون اون بود که از مملکتمون دفاع بکنیم. الان هم واقعا مملکت نیاز به اقتصاد داره که اقتصاد قوی باشه. باید مملکت تو سمت تولید بره. قدم اول رو برداشته بود با پاهایی که در فتح بستان برای امنیت این مرز و بوم داده، اما اکنون تولید پروفیل های یو پی وی سی برای پنجره های دوجه داره و برق های پوشش سقف و سازه های فلزی اراده این جانباز رو برای شروع جهاد اقتصادی دیگری نشون میده. میرفتم بدون پا زمین نشستم، سبزی رو میچیدم، میذاشتم تو گونی، میآوردم میدان تربار، تره میفروختم، چلم میفروختم، کوزه فرنجی میفروختم. با این وضعیت اومدم اینجا. اینطوری نیست به یه نفر بیاد به من بگه بیا این 5 میلیون بیا کار بکن. نه، خدا را جواهی که با هیچی شروع کردم. 25 نفر در کارگاه ما فعالیت مستقیم دارن، حالا غیر مستقیم خیلیه، چون نزدیک ما 200 کارگاه حتی گلی بار میدیم. کارخانه ای که ظرفیت تولید روزانه 22 تن پروفیل یو پی وی سی را داره. الان مزیت خیلی مهمی که پروفیل های ما داره، لاستیک های دو جزئی که روی پروفیل ها نصب میشه. قبلا لاستیک هایی که از کشور ترکیه اومد روی پروفیل ها واقعا کیفیت خیلی پایینی داشتن، در عرض یک سال دو سال از بین میرفتن. اینا لاستیک هایی که اینجا ما داریم تولید میکنیم کیفیتشون واقعا فوق العاده و بالاست. کیفیت محصولات ما از نظر ترکیبی خیلی بالاتر از ترکیبات خارجی است، از نظر قیمت هم واقعا ارزون تره. ظرفیت تولید ما تو این سالن، یعنی ظرفیت کاریمون، تبدیلات ورقمون هر ماه بیش از 1000 تن. انسان‌های موفق اونهایی بودن که هیچی نداشتن، از هیچی به همه چی رسیدن. خودباوری و پشتکار دو رمز موفقیت این جانباز هستش، نکته‌ای که جوانان این مرز و بوم با توجه به این موضوع تونستن قله‌های مختلف موفقیت رو یکی پس از دیگری فتح